سلام اشقای من حالتون چطوره من امید بروکسم و خوش اومدید به این ویدیوی دیگه بچه ها توی این ویدیو قراره که یادتون بدم که چطوری میتونید روی هوا هر وقت دوست داشتید وینگستون باز بشه میخوام یادتون بدم که داخل ماشین موز... موزیک بذارید داخل هلیکوپتر موزیک بذارید و پخش بشه و خیلی باحال ازش استفاده کنید و کلی چیزای خفن دیگه قراره یادتون بدم که مطمئنم خیلیاتون بلد نیستید و حتماًم 100 درصد روی بازیتون تاثیر میذاره حتما ویدیو رو تا آخر ببینید و کانالم سابسکرایب کنید و این ویدیو رو حتما لایک کنید ببینم میتونید تعداد لایک های این ویدیو رو به 100 تا برسونید یا نه مطمئنم که میتونید پس حتما تلاشتون رو بکنید که تعداد لایک های این ویدیو به 100 تا برسه بیشتر از این صحبت نمیکنم، بزن بریم سراغ ویدیو خب صفحه ای اول که کاری نداریم و مال هادو اینجور چیزاست که بستگی خودتون داره وارد قسمت بیسیک میشیم داخل اینجا ببینید اینجا یک ای گزینه هست که باید اینو غیر فعالش کنید تا بتونید خودتون وینگ خودتون رو باز کنید اوتو اکسپند وینگ سوت. اینا که وقتی غیر فعالش کنید برای برای همه فعال باشه برای همه فعاله بیاید غیر فعالش کنید از این به بعد دیگه خودتون میتونید وینگ خودتون رو باز کنید و خیلی راحت مثلا انمی رو هوا بزنید رو زیپلاین زیپلاین رو ول کنید و انمی داره میاد بالا بپرید بزنیدش و خیلی کارهای خفن دیگه میشه کرد اینجا هم یک گزینه تازگی اضافه شده که میتونید فسسکوپتون رو خیلی سریعتر بکنید نوشته فسسکوپ سویچ اینا فعالش کنید روی قضیه فسسکوپ با شاتگان و اینا یا با سنایپ کلا خیلی تاثیر میذاره و خیلی خفن میشه بیاین پایینتر اینجا یه دونه الوایس اسپرینتر هست که سرعت کاراکترتونه یعنی وقتی شما میخواید را افتید یواش یواش را میفته اگر روی 75 یا 60 هر چی پایین تر باشه دیجیتال را میفته و سرعت میگیره برای همه فکر کنیم روی 75 باشه شاید هم بعضیا این تنظیمات رو میدونن و انجامش دادن شما بذارید روی 100 و الواس اسپرینتر اون تیکش هم بزنید بیایید پایین سر نوشته کامرا FOV. او وی اینجا همون تنظیماتیه که شما میتونید کاراکترتون رو دور یا نزدیک کنید اولی یه مال محیطه که اونا بذارید تا آخر پارش کنید دومی هم یه نسبت داره که بستگی به خودتون داره مثلا زارا اینا تا آخر پر کردن زارا و خیلی هم رو بازیش تاثیر گذاشته و خودش که اینجور میگفت هیپ فایرش خیلی خفن تر کرده و خیلی راحتتر مسلط شده روی کاراکترش مال من بین 65 تا 60 میذارمش و زیاد هم مثلا لگ و باگ نمیگیرم و البته برای گوشی های ضعیف که مثلا بزنش رو 80 اینا تا آخر پارش کنن لگ و باگ به وجود میاد حواستون هم باشه اگر زیادش کردید لگ گرفتید بدونید این از اینه و بیایید و کمش کنید تنظیمات بعدی اینجا که این ستا تصویر رو میبینید وقتی روی تصویر اول باشه نه شما وست انمی ها میبینید نه مال خودتون ها و یه جورایی هم وقتی میخواید برید فایت بید نمیدونید که در چه حد تیر بزنید عکس دوم شما وست انمی ها میبینید ولی وست خودتون رو نمیبینید و فقط کاراکتر خودتون رو میبینید که برای گیم پلی زبط کردن خیلی بهتره تصویر سوم هم وست خودتون رو میبینید هم وست انمیا که داخل تصاویرش مشخصه که مثلا منظورش از اون جملات بالاش چیه حالا بریم تنظیمات بعدی که خیلیاتون اینا پرسیدید ببینید اینجا روی نقشه اون مینی مپ گوشه صفحه اگر روی سمت چپیه باشه اون تعداد اندازی مثلا انمی داره نزدیک میشه این نقطه قرمز نشون داده میشه که درست معلوم نیست پایه یا مثلا دارن تیر میزنن ولی تصویر سمت راست خیلی بزرگتر اون ابعاد پاها و تعداد اون ابعاد شلیکا خیلی بزرگتره و خیلی راحتتر متوجه میشید که انمی داره سمتتون یا دارن تیر میزنن تنظیمات بعدی هم که اینه که وقتی اگر روی تصویر سمت چپ بذارید انمی از سمت راستتون میاد دیدونه دونه عکس سم، پا سمت راستتون روی صفحتون نمایش داده میشه مینی مپ نه هم رو مینی مپ نشون داده میشه هم روی صفحتون که داخل گیم پلی خودمم میبینید ولی اگر راستیه باشه که از هر طرف بیاد فقط صدا پاش میاد و هیچ نشون داده نمیشه بریم داخل تنظیمات گرافیکی اینجا رو ببینید وقتی شما بذارید روی گرافیک بالاتر این تصاویر پایین براتون باز میشه این چهار تا تصاویری که اینجاست قبلا سه تا بود سیزن قبلی و یه دونه تازگی اضافه شده بشه شما بذارید روی مثلا های چیتونا های یا میدیوم گرافیکتونا و بیاید هر کدوم از این تصویر که دوست دارید انتخاب کنید مثلا من میخوام بزنمش روی تصاویر دوم چون تصویر دوم خیلی چرا میگم شفافتر و جزئیات بهتر مشخصه وقتی گذاشتمش اینجا چون گوشیم ضعیفه و کشش زیادی نداره دوباره میرم گرافیک میارمش پایین ولی تصویری که بهم به داده میشه با همین کیفیت این پایینی که داخل این چارت تصویر هستش شما حتما این کار رو بکنید مطمئنا به کارتون میاد خب دیگه چیز خاصی نداره تو این بخش بهتون بگم بخش آیودی اینجا ببینید از اون بالا بهتون بگم بیا پایین وقتی که درجه دوم شما کم کنید اون دید دید هست که دکمه رو میزنید جامپ میخواید بزنید یه دید خاصی صدای خاصی میده اونو کمش کنید اون صداش کمتر میشه و اگر رو 50 درصد 40 درصد بذارید دیگه زیاد مشخص نیست این هم که کامل بستمش موزیک خود بازیه که زیاد رو مخم من کامل بستمش اینی هم که الان دارم کم و زیادش میکنم ویس شته صدای دوستاتون وقتی با شما بازی میکنن که اگر صداشون زیاده میتونید از اینجا کمش کنید و دیگه بعدش میکروفونه که اون میکروفون هم که صدای شماست برای دوستاتون میره که اگر مثلا بلند صحبت میکنید خیلی راحت میتونید کمش کنید و دیگه دوستاتون اذیت نشن دیگه چیز خاصی تو این بخش نیست بهتون بگم و بریم بخش افکتا بخش ها هم که بخوام بهتون بگم بریم اونجا ببینید این هم که مال همون افکت های خودمون که تیر بزنید چجوری باشه عکسش نگاه نکنید مال مولتیه هم داخل بتل انجام میشه و هم داخل مولتی انگار کیل افکت داره گانتون وقتی تیر میزنید و خیلی باحال میشه اینجا ابعاد و اون نوهای کیل افکتشه که از این پایین هم میتونید رنگش رو عوض کنید که به نظر من خیلی باحاله ولی من روی همون رنگ خون میذارم چون وقتی تیر میزنید یه جورایی هواستون پرت میشه حالا بستگی به خودتون داره اینجا هم که از هر طرف تیر بخورید داخل بتل اگر بتل پلی باشید اینو دیدید صد درصد که یه فلش میاد رو صفحه و بهتون نمایش داده میشه و شما میتونید رنگ اونو عوض کنید که به نظر من حالا زرد بهتره یه جورایی تره دیگه بریم بخش بعدی بیار ستینگ تو اینجا شما میتونید لوت ستینگتون رو تنظیم کنید که مثلا چند تا آدر برداره چند تا گیرنیت برداره چند تا اسموک برداره و کلا اپتیک از رو زمین چی برداره و همه چیزتون رو میتونید اینجا تنظیم کنید که من خودم هم اینجا با چند تاشو تغییر بدم چون موقع که اکانت تازگی خریدی مثلا تو این بخشش نیومد مثلا وقت نکردم که بخوام بیام تنظیماتو کم و زیاد کنم و چیزایی که میخوام زیاد یا کم کنم که اینجا ما مثلا بخوایم نوواگاز که تا آخر خوب 15 تا گاز به درد میخوره دیگه فلش بنگ به کار نمیاد یه دونه بزا بمونه دیگه گرنید تا آخر این بمبم که 10 تا بس فکر کنم 13 تا شد خب حالا بعد میام درستش میکنم خب میایم داخل این قسمت این قسمت شما یه دونه گزینه تازگی اضافه شده اون پایین یه زرد رنگی که میتونید بزنید روش و بیت رو بچینید که اصلا خیلی کاربردی خیلی خفن تر میشه اینجور و شما میتونید هر دگمه که هر جا دوست دارید و بذارید و موقع رانندگی گم نکنید یا مثلا راحتتر تر دستتون تکون بخوره و بتونید دکمه هاتون رو جابجا دستتون رو جابجا کنید و خیلی مسلط به اون ماشین هواپیما و تانکی که سوارید خیلی راحتتر تر بهش مسلط باشید این پایینم مال تانک که میتونید اینجا هم دوباره بچینید و تغییرات رو ایجاد کنید که به نظر من این تنظیمات واقعا نیاز بود و اکتیویژن هم که زحمتش رو کشیده دیگه بریم پایینتر بله این گزینه این گزینه رو ببینید میخوام بهتون یاد بدم که موزیک داخل ماشین بذارید این گزینه رو داخل همین بخشی که تنظیمات انجام دادیم بیایید پایینتر کمی یه دونه گزینه میوزیک هست که اینو فعالش کنید داخل هلیکوپتر داخل ماشین داخل فکر کنم موتور بشه موتور رو تست نکردم ولی هلیکوپتر و ماشین رو تست کردیم اوکی بود و موزیک پلی داده میشد و خیلی چیز خفن و باحالیه اینجا هم که میتونید شما همون پیاماتون که داخل بازی تنکس و نمیدونم این جور چیزا میزنید و اینجا ویرایش کنید و هر چیزی که دوست دارید مثلا به جاش بذارید مثلا من اون اولی ها میخوام نار پرابلما میخوام عوضش کنم و بیراش گو گو اینا بزنم که مثلا رندوم رفتم و چند نفر مثلا افتادم با هم نمیمدن اینا بزنید خیلی راحتتر همراهیت میکنم میدونن که میخوایی را بیفتی و اونم میان و دیگه کنترل هم اینم که برای این که میخوای دست بست کنی اینم که زبان بازیه خب بچه ها امیدوارم که بعضی از چیزهایی که نمیدونستید و سوال کرده بودید و براتون پاسخ داده باشم داخل این ویدیو و امیدوارم از ویدیو هم لذت برده باشید مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب کردن چنل فراموش نشه خیلی اشقید خیلی خفنید تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار